اتصاب گایز سلام، خوش اومدید. آقا ایلوویوم چی شد؟ امید ایلوویوم چی شد؟ چرا ازش ویدیو نمیذاری؟ بالاخره دسترسیه ببینید به تو ایلوویوم رو به هم دادن و امروز میخوایم با همین بازی رو تست کنیم ببینیم چجوریه. راجع به فروش لندش هم امروز ساعت 4:30 بچه لندشون رو میتونیم بخریم. بهتون چند تا نکته میگم راجع به لندا و اینکه خیلی ارزشمنده این لندا، در آینده هم خیلی استفاده میشه. دقیقا بهتون میگم استفادهش چیه. اگر سرمایه داشتید به نظر من یکی از کم ریسترین پروژه‌ای که میتونید لندشو بگیرید فعلا همه ایلوویوم هست. دلیل خودم هم تو ویدیو بهتون میگم. بریم سراغ بررسی ریویت بتا ایلوویوم. بچه بریم سراغ ایلوویوم. مودی که داریم الان بازی میکنیم سروایول مود هست. داخل این مود شما باید فقط زنده بمونین. هر سری ویو یا موج از انمی جلوتون میفرسته. شما نباید ببازید. به محض اینکه ببازید بازی براتون تمام میشه، دوباره میتونید بازی رو انجام بدید، ولی از ویو یک باید دوباره بازی رو برین جلو. و اینجا هم خب نوشته کسی که تونسته امروز رنک یک رو به دست بیاره و بیشترین ویو رو بزنه ایشون بوده که 23 تا مثلا ویو رو تونسته بزن. من تایمر بازی رو براتون خاموش میکنم چون میخوام توی این ویدیو شما کاملا متوجه بشید بازی چه جوریه و سه چیزا رو بهتون توضیح بدم. شما هم میتونید بچا پرایوت بتا دسترسی پیدا کنید. باید برید وارد دیسکورد ایلوویوم بشید، لولتون رو تا 5 افزایش بدید و اسمتون رد میشه برای کسایی که میتونن پرایوت بتا رو بازی کنن. هر ماه یه سری رو واجد شرایط میکنن و بهشون پرایوت بتا رو میدن. خب بریم ببینیم بازی چجوریه. پلیو بزنم. بچه بازی گرافیکش که فوق‌العاده است و برای کسایی که عاشق بازی استراتژی و فکریان خیلی خوبه. یعنی الکی نباید کارت بریزید. بازی هستش که آیندهش اینجوری که همه توش برنده نیستن. یعنی اگه شما بازی رو خوب یاد نگیرید نمیتونین چیزی ببرین و درآمدی از بازی داشته باشین. پس اول سعی کنید بازی رو کاملا متوجه بشین و بفهمین که بازی چجوریه. خب محیطی که الان اینجا میبینین اینه. سمت چپ یه سری ویژگیه حالا ایلوویالای شما رو نشون میده. حالا من روی ایلوویالای که این پایین هست وایس هم میبینیم. سمت چپ هم مثلا پرایمری و کامپوزیت میاره که ویژگی ایلوویال من هست. مثلا میگه کلاس من چی هستش، فایترم، از چه الیمنتی هم. بچه الیمنت هایی که داخل بازی ایلوویال هست 5 تا هست: واتر، ارث، نیچر، ایر و فایر. خب شما از این 5 تا الیمنت میتونین ایلوویال انتخاب کنین. اینا خودشون استیج بندی دارن. استیج یک خب ضعیفترینشون هست، استیج دو قوی تر میشه و استیج سه که دیگه خیلی قویه. کلاس های مختلفی دارن اینا، از امپت گرفته فایتر، راگ، بولوارک یا بقیه. حالا کلاس هایی که اینجا هست ممکن در آینده اضافه هم بشه. 20 کارت تو دست شما هست. تو بازی واقعی شما این تعداد ایلوویال شاید نداشته باشین، ولی الان اینجا همه اینا رو بهتون داده که بتونین باشون بازی کنین و بفهمید هر کدومشون چی کار میکنن. سمت راست هم که نمیس انرژی هستش که راجب انمی گفته که حالا المنت فایر رو مورده و کلاس راگ هستش. بچه کلاس راگ یعنی چی؟ کلاس راگ اینجوریه که این انمی یا ایلوویال غیب میشه، میاد و ایلوویال عقبی شما رو میزنه. پس شما میدید الان که این اینجا هست قراره وقتی بازی شروع بشه غیب بشه، بیاد و از پشت شروع کنه به اتک دادن به شما. فری رنجر هم به همه میده بچه. این چیزی نیست که شما بابتش پولی پرداخت کنین. یه دونه فری رنجر دارید داخل این گیم که میتونید برای اینم یه سری قابلیت فعال کنین. اگه شیفت و راست کلیک رو روش بزنید یه پنجره باز میشه اینجا که میتونین یه سری قابلیت روش فعال کنید یا اکتیف کنید. مثلا میتونید بهش شیلد بدید اینو تانکش کنید که توی نسخه بتا خیلی از این حالت استفاده کردن. اینو تانک میکنن و ایلوویالای دیگر رو میچینن که برن مستقیم اتک بدن. حالا من اینو میذارم عقب چون میدونم کلاسی که جلومه رای هستش و میاد الان با این رنجر من درگیری میده. حالا چی باید جلوی فایر بذاریم که فایر رو خوب بزنه؟ این المنتش فایره دیگه. بچه یه سایتی هست، من آدرس این سایت رو براتون زیر ویدیو میذارم که شما ازش استفاده کنید. داخل این سایت یه توضیح خیلی کامل راجع به المنت ها و کلاس ها داده که شما میتونید ازش استفاده کنید. مثلا اینجا گفته که کلاس فایر نیچر رو خیلی خوب میزنه، ولی کلاس ارث فایر رو خیلی خوب میزنه. فلش های سبز رنگ یعنی 2x، یعنی دو برابر بیشتر دمیج میده. یعنی ارس الان دو برابر بیشتر به فایر دمیج میده. این فلش های زرد رنگ به معنی 1x هستن، یه برابر بیشتر و منفیه. 2x هم که فلش قرمز هستش.
پس اگر من الان جلوم فایره، بهتر از کلاس ارث جلوش استفاده کنم. میگردم اینجا ارث رو پیدا میکنم، میگم اوکی یه کلاس ارث قوی بذاریم اینجا و بازی رو شروع کنیم، ببینیم چه اتفاق میفته. بچه اوتو بتلر بازی شما اصلا هیچ کاری نداری، یعنی خودشون شروع میکنن به اتک دادن، شما فقط وای میسین عقب و نگاه میکنیم ببین نتیجه بازی چی شد. همونطور که میبینین الان این دوستمون لول آلتیمیتش رو زده، این پایین نوار آبی رنگ هست، این وقتی پر میشه اینا یه لول آلتیمیت میزنن که یه دمیج خیلی زیادی میزنه معمولا، یا حالا هیل میدن یا دمیج خیلی بالایی میزنن، اون دیگه بستگی به ایلو ویالی داره که شما استفاده میکن. خب ویو یک رو که زدیم، الان جلومون چی گذاشته؟ روی این راست کلیک کنید یه اطلاعات خوبی راجعش میدیم، میگه مثلا این ایرو نیچر هستش، یعنی هم کلاس اسپوره که ویژگی ایرو نیچر رو داره. خب شما دوباره میتونید از این سایت کمک بگیریم ببین ایرو نیچر چی خوب میزنه، بهتر از فایر استفاده کنیم. میتونیم این دوستمون رو بندازیم بیرون و دقت کنید بچه شما تا دو بار میتونید چیزایی که روی زمین دارید و بندازید بیرون، بیشتر از دو بار بهتون اجازه نمیده و اگه بخواید بیشتر از دو بار این کارو بکنید نمیتونید دیگه چیزی رو خارج کنید. پس قبلش فکر کنید که چی میخواید داخل این فیلد یا زمین بذارید. خب این دوستمون ایرو نیچره، من از فایر استفاده کنم اوکیه، اینو میذارم جلو که تانک بشه و یه چیزی که فایر باشه و خوبم بتونه دمیج بده استفاده میکنم، مثلا اینو میذارم. بازی رو شروع میکنیم بچه، ویوا هی کم کم سخت و سخت تر میشن و الان اگه دقت کنید من کلاسیکی گذاشتم راک بودش، به خاطر همین غیب شد یهو پشت این ظاهر شدش، این کلاس راک هستش این لوبیالی که دارم. خب این ویو هم که زدیم تا اینجای کار زیاد سخت نبود، میگم رفته رفته این سختتر و سختتر میشه. الان مثلا جلومی کلاس فایر افتاده، روش راست کلیک کنید، میگم اطلاعات کلی راجبش میده. این فایره، ضد فایر چیه؟ ارث. من به این نیاز ندارم الان. راگ داره، بله یک کلاس راگ داره انمی، پس غیب میشه میاد از پشت به من اتک میزنه. برای اینکه فایر رو بزنم به کلاس ارث نیاز دارم، یه ارثی که یکم سفت باشه. نمیذارم این عقب. این چه کلاسیه؟ دو تا ایر. ایر رو چی خوب میزنه؟ فکر کنم نیچر ایر خوب بزنه. درست. خب کلاسی که باید بذارم با این درگیری بده نیچر قطعا. خب میزنید رو نیچر. یه نیچری که بتونه اینو خوب بزنه. خب دمیج این هیل این 1450 1750 فکر کنم همین کفایت کنه برای این. خب بذارید این راند را هم شروع کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان انتظار داریم که کلاس راگ این بیاد با این درگیر بشه. آره اومد سراغه، ببین غیب شد اومد روی این که این عقب بود و کلاسی که جلوش هست کانترشه، دقیقا ارث هستش، ببین نمیتونه خوب به این دمیج بده. خب اینجا این لولش رو زد و لولش الکی حروم شد چون اصلا این رفت جلویه رو زد و این راند رو هم خیلی راحت بردیم. پس دقت کنید بچه، کاملا باید استراتژی داشته باشین و بدونین چی رو کجا بذارید و اینا قراره چجوری به شما اتک بدن. و الان که من دارم اینو بهتون میگم تایمر نداریم، وقتی تایمر داشته باشه خب خیلی حساس تر میشه، شما سریع تصمیم بگیرید که چه ایلوویالی رو کجا بذارید و از چه کلاسی استفاده کنید. خب الان این دوستمون یه دونه نیچر داره، نیچر رو که من باید با فایر بزنم. خب پس این اولا به درد من نمیخوره. این کلاسی هم که اینجا هست ترکیبی از فایر و نیچر. خب این هم که نیچر بود، من یه دونه فایر میخوام. روک که نداره، راک نداره بخواد از پشت ظاهر بشه، پس فایر هم میتونم مستقیم بذارم جلوش که بیاد با فایر من اینجا درگیری بده. این دوست عزیزمون هم فایر و نیچر بود بچه، فایر و نیچر رو هم ارث خوب میزنه، پس اینو من نیاز ندارم بهش، برم سراغ ارث. از ارث هم میتونم چی بذارم؟
میتونم اینو بذارم که رایت در اینم بذاریم، بد نیست به عنوان حالا هیلر اون پشت باشه. از پشت هیلر که نه، فکر کنم این رنج هستش، از دور اتک میده. بچه من خودم چند ساعت دارم بازی رو انجام میدم، واسه همین قشنگ نمیدونم ایلو ویلو چی کار میکنم، بیشتر بر اساس المنتاش دارم میچینم الان. خب این دوستام که رفت سراغ این از پشت داره قشنگ دمج میزنه. دقت کنید ببین این لولش که زد به همه اینا یه دمج زد، این لول التیمیتش که زد. اینم که اومد سراغ اینو تمومه. خب این ویو هم خیلی راحت برد. بچه اینجوری نیست همه ویو رو شما به همین راحتی بتونید ببرین، و یعنی رفته رفته این هی سخت و سخت‌تر میشه. خب الان جلومون ماگما که ارت و فایر هستش. ارت رو چی خوب میزد؟ فکر کنم واتر بود. کلاس رای هم که داره، پس یه چیز تانک میخوام این عقب که این رایش بیاد با این درگیری بده. این بولوار که این هم که رای، این همون رای است که واتر و فایر داره. واتر و فایر، واتر و فایر. باید یه چیز تانک بذاریم این عقب. این چی بود؟ این دوستمون ماگما بود. خب یعنی ارس و فایر، ارس و فایر رو با چی بزنیم؟ با واتر بزنیم. پس اینو بندازیم بیرون، یه واتر ترجیحاً فعلا بیارم، یه دونه 55 تا بندازم جلو. این 75 تا برامون مونده. این دوستان واتر و فایره، اینم که ارث هستش. فکر کنم اگه واتر بیاریم بهتره. من اینجا ارث دارم، این ارث بمونه این پشت کمک میکنه یا نه. یه واتر تانک تر بیاریم فکر کنم بهتر باشه. فکر کنم اینو بذارم این پشت بهتر باشه. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم نبازیم بچه ها، بریم پنج ببازیم دیگه خیلی خیاره. خب اینا که این پشت درگیر شدن، اینم که رفت سراغ این، بعید میدونم ببازیم. خب اینم که اینجا زدیم، هیچ کدومشون هم نبازم، همشون زنده موندن خدا رو شکر. خب این ویو هم زدیم بچه، کم کم دیگه داره سخت میشه، یعنی قشنگ شما باید بدونید دارید چی کار میکنید. الان جلومون یه دونه وایلد فایره که هم ویژگی فایر رو داره هم نیچر. کلاس راگ نداره، خوبیه داستان کلاس راگ رو نداره، پس من میتونم همه اینا رو بذارم نزدیکتر که دیگه از پشت اتفاق نمیفته برام. اینم ای رو نیچره، اینم نیچره، پس من کلاس فایر رو باید داشته باشم. اینم که اینه، این چی بود؟ کلاس واتر رو، این به درد من نمیخوره الان. من قشن یه چیزی از ارس و نیچر میخوام. خب دوتا ارت دارم. خب این چی بود؟ فایر نیچر، نیچر. از فایر چی میتونم بیارم؟ هیچی؟ این بده، اینو بندازیم بیرون. چی؟ اینو میتونیم بیاریم. خب اینو میذارم این جلو که تانک بشه. رنجر هم میذارم جلو. اینم به دردمون میخوره فکر کنم. واتر و نیچر هست، واتر و نیچر. بریم ببینیم چه اتفاق میفته. امیدوارم که این راند رو بتونیم بزنیم. این چیزی که گذاشتم اینجا خیلی قویه، این فایری که اینجا گذاشتم لول التیمیتشو که میزنه یه دمیج اصلا شدیدی به همه اینا میزنه. اینم که از این پشت قشنگ داره اذیت میکنه، میبینی؟ این همون لولیه که بهتون میگم، میره بالا یهو کل این محوطه رو یه دایره آتیشی میندازه.
خب این ویو هم که زدیم بچه، پس دقت کنید المنت ها رو خوب بشناسید، کلاس ها رو بفهمید هر کدوم چی کار میکنن، میتونید خوب استراتژی بچینید و بزنید فایت بدید با اینا. یعنی همینطوری نباید بذارین اینا رو. الان مثلا کلاس راگ داره، این فکر کنم راگه، این بود یا کلاس راگش کدومه، اینی که میاد عقب و میزنه، این باید راگ باشه دیگه، ویژگی کلاس راگ هم باید داشته باشه. این که هیچی. خب اسپور ایر و نیچر، نیچر ایر، باز دوباره ایر و نیچر. خب ایر رو چی خوب میزد؟ ایر و نیچر خوب میزد. فایر رو داشته باشیم، این نیچر باشه، بعد این هم که باشه، اینو نیاز نداریم حقیقتا. خب یه نیچر تانک تور میخوام، راگش بیاد با این درگیر بشه. آره و این ستا هم که اینجا باشه. البته اگه من یه راگ می آوردم می رفت سراغ این خیلی خوب می شد، چون این هیلره. خب اینا رو چجوری بچینیم که اشتباه نشه؟ مثلا اینو بذارم اینجا، بریم ببینیم چه اتفاق می افته. زیاد خوب نچیدم، از ترکیبی که چیدم احساس میکنم زیاد جالب نیست. او آیا میبریم این راند رو یا میبازیم؟ بکنم ببازم، میگم ترکیبی که چیدم زیاد جالب نیست. خب همونطور که میدونم ویو هفت رو باختم و همین راحتی و دوباره باید بیام ترکیب بچینم از اول، از ویو یک شروع کنم اگه میخوام بازی رو دوباره انجام بدم. خب امیدوارم گیم پلی رو دوست داشته باشید از بازی ایلوویوم، هرچند کوتاه بود ولی نمیخوام تایم ویدیوام خیلی طولانی بشه، بازم میتونم براتون بازی کنم. اگر دوست داشتید بیشتر از این بازی گیم پلی بذارم و بیشتر با هم ایلوویولا رو بررسی کنیم که کدوم بهتره، حتما برام کامنت بذارید، لایک هم یادتون نره، کانال من هم سابسکرایب کنید اگه تا حالا نکردین. راجع به فروش لنداشون هم میخواستم باهاتون صحبت کنم دوستان. لنداشون رو میتونید از این لینک امروز بگیری، تقریبا 4.5 شروع میشه فروش لنداشون. دقت کنید بچه‌ها، چند تا نکته داره. اینکه اولا متامسکتون رو وصل میکنید این بالا، فروش لنداشون روی پلتفرم ایموتیبل ایکس هست، اگه گادزان چین بازی کردین دقیقا مثل همون از همون پلتفرم استفاده میکنه. بعد از اینکه این بالا ایموتیبل ایکستون وصل شد و این تیکه سبز خورد، روش کلیک میکنید، باید اتریومتون رو از لایه 1 ببرید روی لایه 2، دپازیت رو میزنید، اتریوم رو انتخاب میکنید، اینجا میگید که چه مقدار اتریوم رو میخواید ببرید روی لایه 2 اتریوم، این کار رو انجام میدید، یه فی تراکنش اینجا میدین. دیگه فی تراکنشی که برای خرید لند میدید زیاد نیستش، چون داخل لایه 2 دارید این کار رو انجام میدید. بچه قیمت لند ها هم اگر خریدار باشه با همون دو اتر باز میشه، اگه خریدار نباشه کم کم این قیمت لندا میاد پایین و پایین تر تا همش فروش بره، ولی من فکر نکنم پایین تر از یه اتر بیاد قیمت لندایی که هست، مخصوصا لندای تایر یک. ولی شما اگه حالا این ویدیو رو هر موقع دارید میبینید، امروز سایتشون رو زیر نظر داشته باشید، لنداش فوق العاده با ارزشه بچه‌ها. چرا میگم با ارزشه؟ چون المنت هایی که اینجا شما داخل لندها به عنوان فیول دارید تولید میکنید، داخل بازی همش استفاده میشه، یعنی بازیکنی که داره ایلوویوم رو بازی میکنه به این المنت ها نیاز داره، پس شما همیشه خریدار دارید برای فیولتون و فیولتون رو میتونید بفروشید، حتی میتونید دراز مدت روی درآمد ثابت هم روش فکر کنید. علاوه بر این هر بازی دیگه پروژه حالا ایلوویوم اضافه کنه فقط از همین المنت هایی که توی لند هست استفاده میکنن، یعنی بازی های دیگه هم که در آینده بخوان درست کنن باز از همین المنت ها و از همین توکن هایی که
برای ایلوویوم درست کردن استفاده میکنه، یه چیز جدیدی رو قرار نیست به بازی اضافه کنن. پس فکر کنم اکونومی اقتصادیشون خیلی خوب بره جلو و پایدار باشه برای طولانی مدت. باز هم صلاح دید خودتون، اگه فکر میکنید لنداش با ارزش نیست یا خوب نیستش نخرید، ولی من اگر خودم سرمایه داشتم قطعا یه دونه لند یا زمین میخریدم، با توجه به چیزایی که دارم از این پروژه میبینم چند سال دیگه خیلی راحت میتونم کار کنم با این ایدهایی که توی ذهنشون دارم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک، سابسکرایب، کامنت چیزتون نره تا ویدیوی بعدی. پیس آوت.